با درود بی پایان بر نسیم خاکسار نازنین. نسیم خاکسار از جمله نویسندگانی است که در ادبیات ایران منجر به بالندگی نسلی شدند که بسترساز تحولات فرهنگی و آفرینش ادبی و هنری امروز ایران هستند. اگرچه ما با ناکامی‌های بزرگی مواجه شدیم، اما این نگاه انسانگرایانه همچنان می‌تواند ما را به سوی جهانی زیباتر و انسانی‌تر سوق دهد. من در نوجوانی با آثار ایشان آشنا شدم و کتاب‌های ایشان کنار آثار صمد بهرنگی برایم جایگاه ویژه‌ای داشت و من خودم را وامدار ایشان و نویسندگان هم نسل ایشان می‌دانم که نگاهم را به انسان و مسائل اجتماعی معطوف کردند و خوشحالم که امروز همچنان سرزنده و پویا به فعالیت‌های ادبیشان ادامه می‌دهند. گنجینه‌ای که هر چند ما به سختی می‌توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم، اما به هر حال جسته و گریخته از آنها اطلاع پیدا می‌کنیم. آقای خاکسار نازنین، خوشحالم که با حضورتان همچنان گنجینه ادبی ما را پربار می‌کنید. سرزنده و آفریننده بمانید. نرگس ایلیکایی. خوشحال و سپاسگزارم که به من افتخار داده اید تا در مراسم بزرگداشت نسیم عزیزم شرکت کنم. در مراسم گرامی داشت کسی که در نگاه من یکی از چهره‌های ارزشمند و تأثیرگذار جنبش روشنفکری و روشنگری میهن من است. سرچشمه و چشمه آشنایی من با نسیم سیاست و ادبیات است. دوری رفیق سازمانی بودیم و درگیر فعالیت‌های سیاسی سخت و جانکاه، آن هم برای فقط اندکی آزادی و برابری و برادری، و از همان هنگام تا به امروز نیز همقدم در قلمروی قلم و به دنبال ذره‌ای آزادی اندیشه و بیان و قلم. در هر دو قلمرو نسیم چهره مهربانی و بردباری و مدارا بود و هست، چهره‌ای سرشار از عاطفه و عشق به انسان و آزادی و عدالت، و البته چهره خشمی مهربانانه به ستمگران. دست بانیان این برنامه و همه حاضران در مراسم که سزاوارانه برای ارج نهادن به تلاش‌های قلمی و قدمی یکی از برجسته‌ترین روشنفکران فرهنگی و سیاسی میهنمان گرد آمدید را می‌فشارم و بوسه‌ای گرم و برشته برای نسیم عزیزم می‌فرستم. با مهر و دوستی و احترام، مسعود نقره‌کار، اورلاندو، آمریکا.